سلام خدمت شما نازنین های رسانه دی افغانس. امید که هر گوشه و کنار افغانستان و یا خارج از افغانستان هسته جور و صحتمند باشه. باز هم یکی از برنامه های دیگر چهره های برتر از رسانه دی افغانس آغاز گردیده است. مهمان این برنامه ما یک جوانی است که در سن سال کم توانسته فعالیت های زیادی را انجام دهد. جناب سید نجات احمد فخری یک تن از عکاسان و نقاشان که بیشتر فعالیت های زیادی را انجام دادن که در برنامه چهره های برتر با ایشان آشنا خواهیم شد. جناب فخری صاحب خوش آمدید به برنامه. خوش باشین، بارز سلام و خسته نباشید خدمت شما تمام بیننده های عزیز. انشاءالله که روز خوش را آغاز کرده باشین. خب جناب فخری صاحب، چند سال است که به هنر نقاشی علاقمندی پیدا کردید و نقاشی و نقاش خطی کار میکنید؟ علاقمندی از طفولیت بود. علاقمندی قسمی بود که برادر کلان من سید جواد احمد فخری اونا نقاش بودن و در پانزه نقاشی درس میخوندن. دیدن تابلوهای اونا، دیدن کارهایشان، دیدن اثرهایشان باعث میشد که مثلا یک شوق ایجاد شد. دیگه آهسته آهسته خودم اقدام به کار کردن کردم. نزد استاد سید جواد احمد پایا رسامی را اول شروع کردم، طراحی. آهسته آهسته آمدیم نقاشی و هنر خطی و هنر نقطه. بیشتر از 6 سال میشه که در حوزه هنر کار میکنم، یعنی تمرین میکنم. کسی نشدیم که هنوز اثر داشته باشیم، کار کنیم، ولی من حیث کوچک در دنیای هنر کار میکنم و بیشتر از 1.5 سال است که لاین آرت کار میکنم یا همون هنر خطی. فرق بین نقاشی و نقاش خطی چی است؟ ما چند حوزه داریم، یکی نقاشی است، یکی رسامی است و یکی لاین آرت است که هنر خطی میگیمش. نقاشی با رنگ است که من دیدم زیادتر افراد فرق از این نمیفهمن. نقاشی با رنگ است، با رنگ روغنی روی کنواس. رسامی که است با پنسل است روی کاغذ، و لاین آرت که است باز هم با پنسل کار میشه و هم با خودکار و روی کاغذ کار میشه. فرقشان اینی است که در لاین آرت تمام مفاهیم توسط خط ارائه میشه، سایه زنی و پس زمینه و اینا همگیش توسط خط ارائه میشه. هدفتان از نقاشی چی است و چی پیام را از طریق نقاشیتان به مردم میرسد؟ خب هنر، نقاشی، رسامی، هر چیزی که هست، اینا یک گفتنی خاص را داره. هنرمند بعض وقتا به خاطر آرام شدن خود، بعض وقتا به خاطر اصلا به خاطر زندگی شخصی خود، بعض وقتا میان کار میکنن. یکی از دوستای پدرم بود، از بیرون از کشور آمده بودن و در افغانستان و اونا تکلیف قلبی داشتن. وقتی که پیش استاد جواد آمد و میخواست که نقاشی کار کنه، استاد جواد بهش پرسید که چطور میخوای نقاشی کار کنی؟ گفت دکترها بر من بیرون از کشور گفتن که تو تکلیف قلبی داری و برش لرزش دست پیدا شده. گفته بود که وقتی که تو نقاشی کنی یا رسامی کنی، این لرزش دستت گم میشه و این باعث میشه که مثلا همو مشکل قلبی هم که داری و برطرف شود. پس ما ببینیم در نقاشی تنها دید هنرمندانه و دید هنرمندانگیش نداشته باشیم. از هزار زاویه موضوعات هست که نقاشی و رسامی و هنر در کل دلچسب میکنه و اینی هست که مثلا دید تمام هنرمندا زیادتر به هنر میشه. هدف کلی اینی هست که ما میتونیم توسط هنر یک توهم زمان یا یک تئوری بزرگ هم با یک تصویر بیان کنیم. بسیار عالی. وقتی که شما نقاشی میکنین، کی شما را زیادتر در عرصه نقاشی تشویق کرد؟ بازم تلنگر میزنیم به استاد جواد که زیادترین تشویق از استاد جواد بود که بر نقاشی و هنر خطی و اینا روی آوردم. ولی زمانی که لاین آرت را شروع کردم دیگه یک تحولات زیاد آمد. چرا؟ مردم میگفت چرا خط خطی میکنی؟ مثلا میگفتن وقتت اضافه است و میخوای خط خطی کنی. میگفتن که رنگ قلمت اضافه است و میخوای تو رنگ قلم رو مصرف کنی. خب مردم گپای خودم میزنن، ما دقصش نباید باشیم. یک وقتی که خصوصا وقتی که چیز نو میخوای کار کنی، باید قدرت برداشت زیاد گپار داشته باشه. بسیار خوب. حالا چند تا اثر که بر خودتون ارزشمند است، بر خودتون زیاد ارزش داره، امرتون آوردی که ما ببینیم نشان بده؟ بله ها، اثر ها هستن. خب ما زیادتر در زمانایی که مثلا باعث میشد که یعنی امرای زمان زیاد لینک داشتیم. چطور؟ چون اینی اثر را که بر دوستانشان میتونم، این اثر بود که تازه درب مکاتب بسته بود. خب یک هنرمند دیدگاه خود می داشته باشه. من این تابلو را کار کردم و یک لاین آرت حرکتی است که دو قلمه کار شده و خواستم بیان داشته باشم به تلنگر به آزادی زنان. موضوع کلی اینی است که اگر بتانم به یک حد اینی که
یک بیانی از مشکلات داشته باشم، من اون کار انجام میتونم. و هدف کلی تابلو رو بیان کنم که اگر چشم، دهن، گوش، هر چیز بسته شد، نباید ذهن خود بسته کنی. تابلوی توهم زمان که بیشتر یک داستان دربارش از استاد جواد گفتم، یک عقربه ساعت بیرون برآمده و یک دنیای است و چرا داخل صورت یک خانه کار شده، چرا از گوش فرد ندای آزادی یا امو کبوتر که نماد از آزادی است، نماد از صلح است، بیرون برآمده و اینا تمامش سوالایی هست که پاسخگو به تصویر است. ما اگر تصویر هنری خود را تشریح کنیم، اگر یک شخص برای بار دوم به او ببینه، به اون دیدی که ما تشریح کرده میبینه، چیزی نودش نمیبینه، از او خاطر پوره تشریح نمیکنیم، به خاطر از اینکه هر باری که میبینه یک چیز نو ببینه. قسمی که ما مطالعه هستیم، شما در پهلوی نقاشی هنر عکاسی هم بلد هستید، از هنر عکاسی تان بر ما بگویید. عکاسی را خیلی دوست دارم. عکاسی هم جمع هنرهایی است که میتونم مثلا امروز از او زمان استاب کنیم. چگونه وقتی که ما در یک مجلس می باشیم یا مجلس یک عکس می داشته باشیم، معلوم دار است که ما هر وقتی که هر زمانی که دوباره مو عکس ببینیم به یادمو زمان میفتیم. ولی عکاسی تنها این موضوع نیست. عکاسی ثبت تاریخ است از نظر خودم و در کل مکانهای تاریخی عکس می گیرم. در پهلوی از اینکه مکانهای تاریخی عکس می گیرم، خود تاریخ امو محل یا جایی که است، جایی که رفتیم اونا را می خونم. این باعث میشه که هم آگاهی زیاد شوه و هم دیگه ای که ما کوشش کنیم که درست عکاس شویم. کدام غذا بیشتر خوشتون میاد؟ والا هر چی مادرم بپزه. دست پخت مادر. هر چی مادرم بپزه غذای مورد علاقه ایم است. در اوقات بیکاری معمولا مصرف چی فعالیت ها است؟ ما زیادتر در اوقاتی که کارم تمام میشه، کار دفتری و اینا، باز کتاب میخونم. خب دوست عزیز، ما در قسمت پایانی برنامه قرار داریم. پیامتان به جوانانی که ما را بیننده هستن چی است؟ اصلا هدف از دنیای برده‌داری مدرن اینی است که اونا تولید فکر میکنن. به هر اندازه‌ای که جوانان برشان فکر زیاد باشه، به اونو اندازه باعث میشه که جوانان درگیر فکرای بیرونی شوند. پس چرا خود فراموش کنیم و این کلانترین تعریف بدل از دنیای متریکس است. تشکر از اینکه به برنامه ما تشریف آوردی و دعوت ما رو پذیرفتی و تشکری خاص از بیننده‌های عزیز ما که در برنامه چهره‌های برتر ما رو همکاری کردن و ما رو بیننده بودن. تا برنامه بعد که دوباره در خدمتتان قرار می‌گیریم، شما رو بر لای پاک بنیاد می‌سپارم. شب روزتان خوش.